سلام و وقت بر همه شما خوش هشتم مارچ روز انبستگی زنان جهان و روز جهانی زن را برای همه زنان در افغانستان و جهان تبریک میگویم افغانستان هم از کاروان جهانی عقب نمیموند و همه ساله هشتم مارچ را به عنوان روز جهانی زن تجلیل و بزرگ داشت می کند. اما آنچه زن در اینجا یعنی افغانستان فریاد میکشد تا هر جای دیگر دنیا کاملا متفاوت است زنان در افغانستان حکایت های تکان دهنده و زجرآور از زندگیشان دارند انگامه که صغیر است یعنی کودک بیش نیست نامردانه بالاش تجاوز می شود وقتی به سن عقل می رسد دیگر جامعه و شهر برایش مسون نیست و بعدم قربانی بد دادن ازدواج اجباری و حتی فروش می شود این همه در حال است که ظاهرا حکومت افغانستان متعهد با حمایت از حقوق بانوان در افغانستان است و هم نهادهایی که طول ارزشان معلوم نیست با هزینه های میلیونی برای بانوان در افغانستان گویا کار می کنند اما تغییراتی که توقع می رود در وضعیت زندگی زنان در افغانستان رونما نمی شود بلکه همه روزه خشونت دامنگیرشان است و نوع خشونت هم روز به روز نسبت به زنان در افغانستان وحشیانه تر می شود رئیس جمهور پیرامون همین مورد یک فهرست وعده سپرد و گفت جاباز کردن برای مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان در تمام عرصه ها حتمی است شکستن انحصار رهبری در افغانستان فراهم کردن زمینه برای دسترسی بانوان به با میراث های شرعیشان تاسیس یک دانشگاه ویژه برای بانوان و بازنگری پروژه هایی که توسط نهادهای بین‌المللی برای زنان در افغانستان هزینه نمی شود حالا باید دید که استراتژی تازه حکومت افغانستان چه دگرگونی در زندگی بانوان در افغانستان ایجاد خواهد کرد مهارس جبران است به بحث امشب آماج هم خوش آمدین برنامه امشب را ویژه ساختیم به مناسبت هشتم مارچ روز جهانی زن و این برنامه هم دو بخش داره در بخش نخستم خانم همایرا قادری استاد دانشگاه و فعال مدنی و خانم قدریه از پرس کمیشنر کمیسیون کمشن مستقل حقوق بشر مهمان ماست ممنون با بس خیلی خوش آمدین در نخست اجازه بدین که روز زن را بر شما هم مبارک باد بگویم سپاس و سلام به شما بینده های محترم شما و از جانب ما هم به همه زنان افغانستان تبریک و مبارک سلامت به شما هم مبارک باشه خانم قدری سلامت باشه من به بب... طرف خودم روز 8 مارس به تمام بانوان افغانستان تبریک عرض می و امیدوارم که از هشت مارچ به عنوان یک روز برای اتخاذ موقعیت سیاسی استفاده کنند سپاسگزار با بسیار خوش آمدید خانم یزدان پرست اجازه بتین خصوصی سوال با شما آغاز کنیم همه ساله هشتم مارچ حداقل یک فرصت بسیار خوب است برای بانوان در افغانستان در کل در کل دنیا مخصوصا در کشورهای مثل افغانستان تا صداهای زمین آدرس بلند شود ولی هستند دیدگاه های متفاوت هم نسبت به میجری نسبت به میروز گفته میشه که حداقل بزرگ داشت گرامی داشته که میشه حرکت هایی که صورت میگره خیلی نمادین است شما بانوان کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر من سوالا با شما از اینجا آغاز میکنم که از هشتم مارچ سال گذشته تا این دم که ما خودت صحبت میکنیم شاهد چی تغییرات در زندگی بانوان و زنان در افغانستان بودید؟ بسم الله الرحمن الرحیم میخوایم که بگویم وقت 8 مارچ تجلیل میشه زنان تجلیل میشن زنان یادآوری میشن نشان دهنده عزیز که هنوز زن قدرت است و توجه به زن و جامعه زن معطوف میشه یا ما میتونیم توجه را معطوف کنیم و به مسئله زن پرداخته میشه که با باور ما ای یک حرکت خوب و پسندیده است ای که تجلیل هم میشه درست است و اما در ضمن ازی باید بسنده نکنیم در تجلیل ها و نمایش ها تنها ایره محدود نسازیم مقید نسازیم باید کارهای بسیار زیر بنویی بر زن صورت بگیره که تغییر در زندگی اصلی و اساسی زن با وجود بیاید تا هنوز کارهای زیاد در طول یک سال که گذشت بر زنان صورت گرفت مثلا یایی که برشان صورت گرفت یایی که منحس یک شهروند سهم داشتن در روند سیاسی سی کشور در مسائل کشور در مدیریت کشور سهم داشتن که این کارهایی است که منحصر به فرد زن نبوده ولی من شهروند سهم خود ادا کرده در انتخابات سهم فعال داشتن مثلا کارهای به خاطر تغییر نقش و موقعیت و بهسازی نقش و مدیریت زنان صورت گرفت حال یک منشور به نام منشور زنان که اساسا باید منشور مشارکت سیاسی زن می بود نوشته شد و دید و دید با مقامات صورت گرفت در پروسه انتخابات و برنامه های انتخاباتی حضور کمرنگ اما حضور داشتن ریاست محترم جمهوری اعلان یک کمیته را به نام کمیته مشورتی یا شورای مشورتی زنان اعلان کرد که امیدوار هستیم که اجرایی و عملیاتی شوایی بخش بخشی که اعلان شده عملیاتی شوه کارا شوه و براخره حقیقتا بتانن بر رئیس جمهور مشوره بتن و زنای نخبه راه پیدا کنه به آنکه به قضی زن به دید خودی و غیر خودی نگاه شود زنان نخبه وارد ای کارزار شو و بتانن رئیس جمهور مشوره بتن با همه حال پروژه ها و کنفرانس ها و برنامه هایی هم وجود داشت نقایس هم وجود داشت که شما میبینید که حتی در گزارش های نهات های بین المللی نقد صورت میگیره از که امکانات و وجوهی را که برای پیشرفت زن برای تعالی نقش زن اختصاص دادن او در جهت بهبود وضعیت زن و تغییر زندگی اصلی زن به مصرف نرسیده که ما باور دارم آن طور که بایست هست کار بر زن صورت نگرد خب خانم میزان پرست پیشترم گفتم یک بردگر تاکید میکنم به عنوان کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر که در خیلی مورد هم سرکار با وضعیت زندگی زنان شما دارین حالا در کل اگر یک مقایسه داشته باشین یک سال که گذشت سال خوب بود برای زنان افغانستان یا خیر؟ باورها به با این است که سال بهتر بود برای زن شما بینید که بانک حرف خشونت خیلی تکرار شده و آنقدر تکرار شده که دیگر تا بر شنونده ناسواب است خشونت ها 6.5 فیصد کاهش یافت در افغانستان گرچه عمق خشونت بیشتر شده و خشونت ها هولناک شده ولی از لحاظ کمی کاهش یافته و بالاخره زنان تانستن در انتخابات شرکت کنند ولی به هر صورت سال که گذشت سال خوب بود ولی امیدوار هستیم که دوام از این سال بهتر از او باشه مثلا زنان که در کابین معرفی شدن و راه نیافتن یا به هر ترتیب نتانستن که رای اعتماد بگیرن و یا ای که به رای اعتماد برن بیوز از اونا باید دوباره زن معرفی شود جایگاه از اینا توسط مردان پر نشه و بالاخره مطابق وعده هایی که داده میشه یعنی این وعده ها تنها در محدودی زمان و در قید تالار های تجلیل کنفرانس ها از و زندانی نماند. اینا عملی شو ان شاء الله سال سپاسگزارم سپاسگزارم خانم قادری من شما در جریان سخنانی رئیس جمهور پیرامون 8 یا روز جهانی زن بودین میخوایم بحث با شما از اینجا آغاز کنم حمایت از زنان دستگیری زنان همان که در سطر کاری جامعه جهانی در افغانستان قرار داشت ولی حالا ما شاید یک تفاوت هستیم به این معنا که حکومت افغانستان عوض شده رهبری جدید شده و آرام آرام دیگه تعهدات جامعه جهانی نسبت به ما و گونی نسبیش کاهش پیدا کرده فکر میکنین که هنوز هم بس روی حقوق زنان، حمایت زنان در سطر کاری جامعه جهانی و حکومت افغانستان قرار داشته باشه یا خیلی؟ بگذارید به صحبتهای ما با این بحث شروع کنم که زنان مدام در طول تاریخ و جغرافی های افغانستان واپس فرهنگی زنان در تمام این سالها در جسم خودشان زندگی کردند و از پتانسیلی قوی رویشان ما محروم بودیم زنان مدام سایه برابر با اصل بودند. یعنی همیشه سایه های بودند در پس جنس مذکر زنان در افغانستان مدام از قیمومیت مردان برخوردار بودند یعنی خودشان نتونستند قوام اجتماعی برای خودشان ایجاد کنند پدر سالاری در این کشور مدام بیداد کرده آه بنابراین در کشور که کدگذاری جنسیتی در تمام عرصه هایش راه یافته نمیتونه زن مدام تبدیل به زن که مدام سوژه بوده تبدیل به شناسه یا فعال یا کنشگر اجتماعی کنه و او هم مدام تحت تاثیر فشارهایی که از بیرون میایه به همین خاطر من احساس نمی کنم که یک نوع برنامه های تزریقی برنامه های صادراتی ولی که ده سال دیگه هم ادامه پیدا کنه بتانه این گروه واپسده فرهنگی بتانه در شرایط بهتر قرار بده بنابراین من فکر نمی کنم که نیاز ما نیاز من به چنان برنامه هایی باشه اینکه به با عنوان برنامه های ثابت مدام وارد کشور میشه اولگو برداری میشه و به شکست منجر میشه <applause> به همین خاطر مسلما نیازه که ما حمایت از زنان در برنامه های فرنگی خود ایجاد کنیم و این این حمایت نیاز به یک برنامه بومی داره تا برنامه خارجی حالا میشه یک تعریف از برنامه بومی وقتی میگن مرادتان از چی است برنامه جا. بومی برنامه‌ای است که با دینی که شما با مذهبی که دارید برابری ایجاد کنه یعنی در تقابل با مذهبی که مردمش به شدت به اون وابسته هستن در تقابلش قرار نگیره مووزی با مذهب خودش باشه یعنی شما ظلمر به قرآن و یا به متن مقدس خودتان منصوب نکنید یعنی هر جا که بیادلاتیست بر نگرده به مذهب شما یعنی اصل اسلام از اهل اسلام جدا کنن این یک برنامه در کنار این بحث ما وقتی میگیم واپس زده فرهنگی تنها جایی که میشه دوباره موقعیت اصلی این نیمی از پیکره جامعه رو اوداد در فرهنگ شما یعنی شما اگر برنامه ها و استراتژی های دراز مدت برنامه هایی که نتانه در تمام نقاط کشور پیاده نداشته باشید نمیتونید برنامه رو پیاده کنید که بتونه همسانسازی بکنه در تمام جغرافیا خانم قادری، یعنی مراد شما است که تا این دم حالا هر برنامه استراتژیک یا هر برنامه کوتاه مدت میان مدت یا از مدت که بوده این واپس زدگان فرهنگی که شما اون عنوان میکنین در باب فرهنگ روی از اینا هزینه نشده درست؟ بله. بله ببینید مدام در افغانستان و تا حاله از نظر فرهنگی زنان با های خودشان شناخته میشن اما بعضی که میگن زن مادر است زن خواهر است یعنی شما زن به هیچ عنوان به عنوان یک قشر مستقل از جنسش نمیشناسید یعنی یک چیز جنسه یکم برداشت های جنسیتی است شما به جنس برداشت های جنسیتی میدید و این برداشت های جنسیتی را داره اجتماع میسازه قرارداد های اجتماعی میسازه تا این برداشت ها برداشته نشه و از بین نره شما به اون اصل زن نمیرسید در همین کشور همچنان یعنی های فرهنگی ایجاد شده که مدام با زنان برخوردهای های حرامسرایی ایجاد شده یعنی سیاست هایی که مدام شما را مس زنان در حاشیه امن، مثلا حاشیه امن اجتماع نگاه می این به حاشیه گذاشتن باعث میشه که ما بگیم در فرهنگ ما برنامه های نیست که زنان رو بتونن تبدیل کنیم به کنشگران فعال اجتماعی اگر بیاین همین بس حداقل جمع بندی کنیم میایم پس به سر سوال که از شما مطرح کردیم این که حالا وقت عزم و اراده برای حمایت از این می قش وجود نداشته باشه شما فکر میکنین که کار هم صورت بگیره از خاطر می مطرح کردم که فکر میکنین هنوزم حمایت از بانوان در افغانستان عنوان یک اولویت جدی مطرح شد؟ نه،, نه در اول چنین اراده سیاسی در این کشور موجود بوده و نه هم اکنون چنین اراده موجوده درست است که کار فرهنگی کار کوتاه مدت نیست شما باید بینش ها و کردار ها و گفتارها ها رو تغییر بدید تا بتانید بتانید یک برنامه مستقل در سطح کشور پیاده کنید اما 13 سال یعنی چیز یا حداقل 14 سال چیزی بیشتر از یک دهه زمان کمی نیست که حداقل ما میتونستیم در بعضی از شهرها مثلا قندهار مثلا بزنیم به عنوان یک از چهار شهر مهم کشور کمترین کمترین فعالیت های زنان ما در کشور شما فکر میکنین که در رهبری جدیدم ما وجود نه نه نداره. در این رهبری جدید به هیچ عنوان نگاه جدید موجود نیست به خاطر اگر وزاره. میبود شما در تعیین وزرا باز میدیدید ممنون بزره.